با درود خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در رابطه با هنر و هنرمندانی که در جهت مردم کار کردند و در جهت اهداف مردم همیشه تلاش کردند تا مشکلات و جریانات سیاسی حکومتیان را به نقد بکشند و اونها را زیر سوال ببرند و در اصل کاری که باید انجام بدهند انجام دادند. بسیاری از هنرمندان از سال 58 بر علیه مردم شمشیر کشید و شروع کرد به سرکوب و اعتراضات رو خاموش کرد و کلی انسانهای بیگناه و جوانان را کشت، دانشگاه رو تعطیل کرد و دیکتاتوری خودشون رو بر مردم حاکم کردند. و در این میان هنرمندان که باید مدافع مردم، مدافع مشکلات و نارسایی‌های مردم باشند به میدان آمدند. هنرمندان رو تارمار کردند. در اینجا بخش‌هایی از عملکرد اونها رو خدمتتون میگم. قبل از اون یک ویدیوی کوتاه رو از استاد بهرام بیضایی دیدم که در امریکا در یک سخنرانی گفته بود درباره هنرمندان و برخورد هنرمندان نسبت به جامعه و وضعیت کنونی، درباره هنرمندانی که نگاه به حوادث و جریانات سیاسی رو عادی قلمداد می‌کنند و مسائل اجتماعی و سیاسی ایران رو یک مسئله بسیار عادی و پیش پا افتاده برای مردم ترسیم می کنن. و در یک جمله بهرام بیضایی عمل کرده این قشر هنری در برخوردهایی که با مردم میشه به خوبی بازگو کرده است. بهرام بیضایی هنرمند خوب تئاتر و سینما و مدرس دانشگاه تهران در سابق، یک هنرمند پاکسرش و مبارز و همراه مردم و دوستدار وطن و وطن پرست بوده. گرچه شاید کسانی فکر کنند جهت‌گیری مستقیم توسط بهرام بیضایی انجام نمیشه، ولی این اشتباه است. بهرام بیضایی همواره در کارهاش و نوشته‌هاش این نگاه انتقادی رو داشته و مشکلات حکومت رو و عدم کارایی و لیاقت سردمداران رو در نوشته‌ها و نمایشنامه‌ها و فیلم‌های خودش به گونه‌های مختلف عنوان کرده. شاید مثل بعضی هنرمندان بسیار رادیکال و خشمگین نبوده، ولی حرف و اعتراض خودش رو به گونه ای که خودش صلاح میدونه بیان نموده، بسیار هنرمندانه این کار رو انجام داده. در همین جمله کوتاه که در مسابقه تازه بهرام بیضایی عنوان شده به خوبی میتوان دریافت که عملکرد این هنرمند شاخص هنر نمایش ایران و سینمای ایران چگونه است؟ حالا برمیگردیم به سابقه تاریخی اعتراض هنرمندان در بعد از شورش 57. در شروع سال 58 که هنرمندان معترض و طرفدار مردم به دلیل سیاست‌های ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی که از همون سال 58-59 آشکار شد، بر علیه اقدامات اونها شروع کردند با کارهای هنری که به گونه آزادتر از الان بود، شروع کردند در کارهاشون نارسایی ها و مشکلات رو عنوان کردند و اعتراض کردند. هنرمندان تئاتر اجرا کردند، هنرمندان سینما و گونه دیگر بسیار فعال بودند. و در همون شرایط بهرام بیضایی با تئاتر مرگ یزدگرد که بعداً فیلمش هم ساخته شد و توقیف شد اون فیلم، حرف خودش رو زد. وی به طور سمبولیک در دیالوگ‌های نمایش مرگ یزدگرد مسئله ورود اعراب به ایران رو، حمله اعراب به ایران در دوره ساسانیان رو به صورت یک نمایش درآورد و در عصر به گونه سمبولیک ورود جمهوری اسلامی رو همچون اعرابی که در دوره ساسانیان وارد ایران شدند رو ترسیم کرد. و جملات بسیار زیبایی هم در اون نمایش بود که اون نمایش اجرا شد. بعدها فیلمش ساخته شد که فیلمش به نمایش عمومی در نیامد و اجرای نمایش هم به دلیل اینکه سال 59 هنوز اینها حاکم بر مردم نبودن، حتی زنان بدون روسری در خیابانها تردد میکردند و هنوز اینها حاکم مطلق نشده بودند. بسیاری دیگر از هنرمندان در نمایش ها و کارهای خودشون تئاتر اجرا کردند و بر علیه سیاست ها بسیار فعال بودند. و در همون شرایط بهرام بیضایی هم چگونه برخورد کرد؟ و یکی دیگر از کسانی که بسیار فعال بود سعید سلطانپور بود که استاد دانشکده هنرهای دراماتیک و کارگردان و نویسنده و شاعر بود. با اعتراضات و نمایشنامه های
خیابانی که تماشاچی های چند هزار نفره داشت در کل خیابان ها و در جاهای مختلف تئاترهایی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و عملکردی که شروع کرده اجرا کرد و در سخنرانی ها و جاهای مختلف اعتراضات رو شروع کرد. اون رو در شب عروسیش دستگیر کردند و بردن زندان و در سال 60-61 کشته شد و اونو اعدام کردند و حتی گویا در زمانی که اعدام می شد چشمانش رو نگذاشت ببندند تا لحظه آخر مرگ بر خمینی رو سر داده بود تا اینکه با شلیک گلوله اون رو اعدام کردند. و هنرمند دیگری که باز اعدام شد اصغر محبوب بود که از هنرمندان و استادان دانشکده هنرهای دراماتیک بود که اون هم در زندان بود، اون هم اعتراضات خودش رو انجام داد بود و بر علیه سیاست‌های اونها کار کرده بود که دستگیر شده بود و بعد اون رو اعدام کردند. و بسیاری دیگر از هنرمندان وقتی عملکرد رژیم رو دیدند با کارهایی که داشتند و نمایش‌هایی که اجرا کردند، همچون دکتر رکن‌الدین خسروی هم با تئاترهایی که اجرا می‌کرد با کارهایی که در تئاتر انجام داده بود اون رو هم دستگیر کردند و به زندان انداختند. بعد از آزادی از زندان هم به تبعید اجباری به خارج از کشور آمد و در آرزوی آزادی وطن غریبانه از دنیا رفت، در حالی که در اون دوران استاد خسروی در تمام تظاهراتی که در جلوی سفارت جمهوری اسلامی انجام میشد در جلوی سفارت با تمام جوانان و کسانی که معترض بودند در سال 84-88 که مردم در کشورهای خارجی جلوی سفارتها جمع شدند با انگشتش علامت پیروزی رو نشان میداد و با همراهی خودش با مردم بود. کارگردان دیگر ناصر رحمان نژاد بود که در دوران همون سال 58 با اجراهای تئاتر از جمله تئاتری از برتولو برشت تمام سیاست‌های دولت وقت جمهوری اسلامی رو زیر سوال می‌برد اجرا کرد و خشم رژیم رو برانگیخت و وی هم قبل از دستگیری مجبور به ترک وطن شد. و دیگر هنرمند فرهاد مجدآبادی بود که با اجراهای تئاترهایش و عملکرد بسیار بد رژیم رو زیر سوال برد و بعد از چندی اون هم مجبور به ترک ایران شد. بهرام بیضایی هم در طول سالهایی که در ایران بود سعی می کرد سکوت کنه و کاری رو انجام نمی داد و اگر کاری رو برای تصویر می فرستاد به سختی اون کارشو تصویر می کردند و برخی کارهاش رو حتی ساخته شد اما اجرا و اکران نگردید و با سنگ اندازی گرفتاری هایی که برای خود و خانواده بهرام بیضایی به وجود آوردند حتی اسم بچهش رو در مدرسه ثبت نام نکرده بودند و وی مجبور شد به خارج از وطن پناه ببره و به امریکا رفت و مشغول کار در دانشگاهی در امریکا شده است. دیگر هنرمند سوسن تسلیمی بود. سوسن تسلیمی بازیگر خوب و بسیار بسیار خوش اخلاق هم به همین منوال مجبور شد ایران رو ترک کنه و در کل بسیاری از هنرمندان دیگر که مبارز و ضد رژیم جمهوری اسلامی بودند توان کار در وطن رو نداشتند چون یا ممنوع کار می شدند و یا اگر کاری هم می کردند باید بازجویی می شدند و با گرفتاری هایی که براشون پیش می آمد بسیار سخت بود و آنها هم مجبور شدند تا ایران رو ترک کنند و یا عده‌ای رو بازداشت می‌کردند، ممنوع کار می‌کردند و یا اونها مجبور می‌شدند که خانه نشین باشند. و در این دوران بود که رژیم با مدیریت تئاتر رو که به حسین پاکدل محول کرد از تلویزیون فرستادنش به تئاتر و در اونجا او آمد و عده زیادی از این جوانهایی که علاقمند بودند و تازه نفس بودند رو وارد تئاتر کرد و اونها رو در تئاتر را وارد کرد، بقیه رو ممنوع کار کردند و پاکسازی کرده بودند. این جوانها هم فقط علاقه داشتند، اینها رو آوردند. گزینش هنرجو برای هنر هم به شکل قبل نبود، آدمهای هنرمند رو آموزش بدن. اینها آمدند و به عنوان هنرمندانی که خودشون رو با هنر بند کرده بودند، خودشون رو به دلیل عشق و علاقه در اختیار سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی گذاشتند و چهره‌های تازه نفس رو رژیم برای پر کردن عرصه سینما و تئاتر در خدمت گرفت و برای کارهای فرمایشی و به قول خودشان که افرادی که کار کشته بودند وارد بودند تحصیل کرده بودند رفتند که رفتند به درک رفتند. اینا همه کسانی ضد انقلاب و مزدور کشورهای خارجی بودند. حالا شماها که تازه نفس هستید بیایید و در خط و خطوط ما کار کنید و کار هم بلد نیستید مهم نیست، در عرصه کار هنر
هنر برای ما کار کنید. و اونها هم شروع کردن به جولان دادن و با حمایت از اونها شروع کردن با کارهایی که فقط گول زدن مردم، فراهم نمودن شرایطی که همه چیز درست است و آرام است و تمام خط و خطوط رو که رژیم جمهوری اسلامی میخواست در کارهای هنری عنوان کنه با کارهایی بدون انتقاد، بدون هیچ حرف و سخنی، کارهایی و نوشتههایی به منظور گول زدن مردم، یک سری موضوعات خونسا بدون جهتگیری به مسائل جامعه، فقط ساده و بسیار بسیار به شکل سطحی با طنزهای سرگرم کننده مردم رو سرگرم کردن و در عادی جلوه دادن شرایط مملکت که همه چیز درسته بانها گوشزد کردند که بگو این شرایط خوب است و گل و بلبل هست، همه چی درست است. کمک هم بهشون میکردند، اونها رو در تلویزیون و سینما مطرح میکردند، شرایط رو بسیار عادی جلوه میدادند و به همین منظور اسم این افراد را گذاشتند هنربند، یعنی مردم گذاشتند. روهای متحد به اینها بیگفتند هنربند، یعنی خودشون رو به هنربند کردند، هنرمند نیستند. و این افراد و بسیاری از افراد دیگری هم که از گذشته بودند یا خانه نشین شدند یا اینکه ممنوع کار بودند، نمی توانستند کار کنند یا اگر کاری هم می کردند با سانسور و اشکالات فراوان اونها رو از دور خارج می کردند. و عده زیادی هم بدون هیچ جهتگیری در کارهاشون به طرح مطالب معمولی و گاهی به انتقادات جزئی خود حکومت هم، یعنی سردمداران حکومت هم اونها رو عنوان میکردن در سخنرانی ها، در مجلس و جاهای مختلف، فقط اونها رو میگرفتن و اونها رو بزرگ میکردن. و تعدادی هنرمند جشنواره‌ای وابسته به خودشون هم انتخاب کرده بودند که اونها رو از جاهای مختلف آورده بودند و اونها آدم‌های مطمئنی بودند که در این شورش بزرگ شده بودند، بچه‌های شهدا بودند، خانواده شهدا بودند، با ساختن فیلم‌های خونسا بدون حرف جدی و بدون هیچ جهتگیری بر علیه سیاست‌های رژیم آخوندی، با داستان‌های خانوادگی و معمولی و جریان‌های ساده فیلم‌های می‌ساختند در نظر جشنواره‌ها خوب جلوه کنه و داستان‌هایی رو عنوان می‌کردند و در اصل در برابر مشکلات مردم سکوت می‌کردند، هیچ جهتگیری نمی‌کردند، در انتخابات شرکت می‌کردند، تأیید می‌کردند سردمداران رژیم رو برای رأی دادن و حتی می‌آمدند ناخن‌های رنگی خودشون رو نشون می‌دادند و رأی می‌دادند که مردم هم بروند رأی بدهند. و با این سیاست‌ها افرادی داشتند مثل مجید مجیدی، مثل اسخر فرهادی و بسیاری دیگر از افراد و تعداد دیگر که فقط خونسا فیلم می‌ساختند، موضوعاتی رو گیر می‌دادند، به موضوعاتی گیر می‌دادند که اصلاً هیچ نشانه از وقایع کشور در اون موضوعات نبود، یک سری مطرح کردن مسائل ساده که شاید جشنواره ها خوششون بیاد و اینها بگویند ایران در آسایش و آرامش هست، یعنی سردمداران بگویند، چون فیلم ها رو اونها میفرستادند، اونها اجازه میدادند تا فیلم جشنواره بره. از این جهت اینها هم در خدمت سیاست های رژیم جمهوری اسلامی بودند و خیلیشون هم با مهر و سکوت هیچی نگفتن و هیچ اعتراضی نکردن و دیگر کسانی که در کار سینما و تئاتر بودن مهر تاییدی بود برای عملکردهای جمهوری اسلامی. از این جهت این جمله کوتاهی که بهرام بیضایی در یک مصاحبه انجام داده بیانگر تمام صحبتهایی که من در اینجا گفتم میباشد. جمله رو دوباره پخش میکنم، ببینید. جالبه که بسیاری از هنرمندان میبینیم که میگن بله خب همه جا هست، خب بله یه جاهایی یه چیزایی اینا، و کمک میکنن به بودن اون چی که الان هست. و البته امتیازاتی هم شاید میگیرن، من نمیدونم چجوری این داستان، ولی غیر قابل توجیه عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن، عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل بخششه. امیدوارم هنرمندان به سوگ مردم بازگردند و در جهت دفاع از مردم و بر علیه سیاست‌های ضد مردمی و ضد ایران کارهاشون رو بسازند و اگر هم جلوشی گرفتن مهم نیست، باز روسفید مردم خواهند بود.